جنگ و ناامنی در افغانستان این کشور را تبدیل به دومین کشور با بیشترین تعداد پناهجو در جهان کرده. 2,500,000 پناهجوی افغان در سراسر جهان ثبت شدند. نزدیک به 1,000,000 نفر از این تعداد در ایران ثبت شدند و طبق آمار اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در ایران، حدود 2,000,000 پناهجوی افغان بدون برگه اقامت در ایران زندگی می کنند. در استان کرمان هستیم، یکی از استانهایی که بیشترین تعداد پناهجویان را در خود جا داده. تقریباً 10% از 3,000,000 نفر جمعیت این استان را پناهجویان افغان تشکیل می‌دهند. برخی از آنها از 40 سال پیش اینجا هستند. حدود 130,000 نفر از اتباع افغان در اینجا برگه اقامت قانونی ندارند. یعنی به رغم اینکه مدت زیادی از سکونتشان در اینجا می‌گذرد، گاهی حقوق اولیه‌شان مثل بهداشت و تحصیل نادیده گرفته می‌شود. سعید 13 ساله یکی از آنهاست. او در ایران به دنیا آمده و تا 2 سال پیش که دستور ثبت نام دانش آموزان غیر مجاز افغان در مدارس دولتی ایران صادر نشده بود، سعید نمی‌توانست به مدرسه برود. این دستور نقطه عطفی در ساماندهی پناهجویان غیرقانونی افغان در ایران بود. من اومدم مدرسه، میتونم مثلا همه چی رو بخونم، تابلو، هر چی که خودم دوست دارم بخونم، هر چی هم که مثلا رفتم بیمارستان یه نسخه هر چی رو میتونم. پناهجویان افغان که فرزندانشان را در مدرسه ثبت نام کردند از ایران اخراج نمیشوند. مدارس هم باید خود را با شرایط پذیرش هزاران دانش آموز جدید تطبیق دهند. اتحادیه اروپا و شورای پناهندگان نروژ برای کمک به آینده تحصیل این دانش آموزان در مدارس ایران وارد عمل شد. تا کنون از 40 مدرسه در کشور پشتیبانی کردیم. کمک ها عمدتاً به صورت تهیه تجهیزات و وسایل بوده و همینطور بازسازی و مرمت مدارس تعطیل شده مثل این مدرسه که سالها بسته بود. برنامه هایی هم برای آن دسته از کودکانی که به خاطر وضعیتشان سالها نمیتوانستند مدرسه بروند انجام دادیم تا بتوانند مواد درسی را سریعتر بیاموزند تا با بقیه شاگردها همگام شوند. اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی بودجه معادل 10,000,000 یورو برای کمک به پناهندگان افغان در ایران اختصاص داده. با توجه به شرایط حساس منطقه، از نظر اروپا حمایت از ایران اهمیت دارد. فکر می‌کنم اوضاع با 30 سال پیش که اولین افغان‌ها به اینجا آمدن خیلی فرق کرده. الان تنها زنده ماندن اهمیت ندارد و باید این کودکان به دبستان بروند تا امید داشته باشند که در آینده به دبیرستان و حتی شاید به دانشگاه راه پیدا کنند. طبق آمار دولتی هنوز 10,000 کودک افغان در استان کرمان به مدرسه نمی‌روند. یکی از دلایلش رسیدن به سطح لازم معلومات برای شرکت در کلاس متناسب با سن است. دلیل دیگرش همانطور که فاطمه مادر سعید میگوید مشکلات مالی است. ما فرار سال دوباره ثبت نامش میکردیم کلاس چهارم 3-4 ماهی را رفتن، دیگه مجبور شدم دوباره بیرونشون کنم. به خاطر پول سرویس و پول مدرسه بود. اما امسال وضعیت برای خیلی از خانواده ها تغییر کرده. الان هم که تا فعلا پولی هزینه هیچی ندادیم. خودم هم که میرم پسته چینی، شوهرم هم سر کار، دیگه این خودش میگه مامان من میرم سر کار میتونم خارج از پول سرویسمو در بیارم. به خاطر همون بعد از ظهر 4 تا 9 میره تو همین تنظیم موتور پشت خونمونه. در استان کرمان طی 2 سال که از کمک‌های اروپا می‌گذرد، حدود 300,000 دانش آموز افغان در مدارس ثبت نام کردند که 1/3 آنها مدرک اقامت قانونی نداشتند. 30,000 نفر دانش آموز با استانداری که وجود داره با کلاس بین 20 تا 25 نفر دانش آموز، ما 1,200 کلاس رو تو بحث اتباع نیاز داریم. کرمان را پشت سر می‌گذاریم و به زنگی‌آباد می‌رویم. دانش آموزان تمام روستاهای پراکنده در اطراف زنگی‌آباد به این مجتمع آموزشی می‌آیند. در اینجا اداره پناهندگان نروژ کار ساخت مدرسه جدید را به پایان رسانده. مشکل ظرفیت مدارس در پذیرش دانش آموز وجود داشت و ما با ساخت این مدرسه که پشت سر من می‌بینید این مشکل را برطرف کردیم. این مدرسه 10 کلاس دارد که می‌تواند 300 دانش آموز تازه را در خود جای دهد. 90% این دانش آموزان افغان هستند و نیمی از آنها مدارک شناسایی ندارند. مثل میر حسین 10 ساله که در ایران متولد شده.
مادر بزرگش خوشحال است که تعدادی از 21 نوه‌اش بالاخره پس از سالها سختی امروز می توانند به مدرسه بروند. سرگیده ایم دشت جون مرشی. خیلی جبر جوش زیاد کشیده. ملک مثلا غریبی جلاوطنی بده. بی سرپرست. بچه های تیم. خود ما تونستی. آله نمی تونو که زحمت کشو. از دست بگده و جیش شده. ثبت نام و نگه داشتن کودکان پناهجوی افغان در مدارس درهای آینده را به روی آنها می گشاید.